بازم مفهوم این آیه رو مورد بررسی قرار بدیم. ما لهم من دونه من ولین. اینجا کلمه ولی اومده، میشه توی در ولایت. حکمی احدن، منظور از حکمی احدن در اینجا احد منظور خدای واحد نیست، منظور فرمان واحد است که فرمان واحد برای توی در ولایت مورد تاکید و توجه است. بحثی که پیش میاد ارتباط بین ولایت خداوند و ولایت پیامبر است که ولایت خدا و پیامبر ارتباطشون با هم طولیه، ارتباط ارضی نیست. ولایت پیامبر از جانب خداست، هیچگاه این ولایت معنی واگذاری نیست، خداوند هیچگاه ولایتشو به کسی تفویض نکرده، واگذار نکرده. بهتر از بگیم که ولایت پیامبر در مسیر و مجرای ولایت خداوند است و همچنین پیامبر واسطه بین مردم و خداوند است. پس کلمات واسطه و در مسیر رو میشه پذیرفت، ولی کلماتی که میگه در کنار و هماهنگی و همکاری و یا واگذاری و تفویض و غیره کاملا نادرسته. ربوبیت خودش اصطلاحاً به معنای پرورش دادنه. توحید در ربوبیت. رب چیست؟ رب آن صاحب اختیاری است که تدبیر و پرورش موجودات رو بر عهده دارد. پس خود واژه ربوبیت به معنای پروراندنه، به معنای پرورش دادنه. پس تدبیر و پرورش موجودات بخشی از توحید در ربوبیت. هدایت موجودات با خداونده. غیر از تدبیر و پرورش، کلمه هدایت و اداره جهان، این چهار تا عبارت گویای توحید در ربوبیت هست. بحث ارتباط بین ربوبیت انسان و خدا پیش میاد. نمیتونیم بگیم هیچ انسانی از خود هیچ تدبیری ندارد. انسان هم دارای تدبیر خواهد بود، اما تدبیر انسان در راستای تدبیر خداوند است، در تداوم تدبیر خداوند است، هیچگاه در مقابل آن یا در عرض آن قرار نمیگیرد. پس بهتر ما بگیم انسان نیز دارای تدبیر هست، مثل همون داستان باغبون و کشاورز و غیره، ولی رابطه طولی باید بپذیریم. طولی از بالا به پایینه، چون هم انسان و هم تدبیر انسان همه جانب خداست. مثال کشاورز رو ببینید. کشاورز آیا به عنوان یک علت میتونیم ازش یاد کنیم برای یک کشت و کار و کار کشاورزی؟ میگیم در قبال دیگران بله. یعنی کسی که حالا هیچ نقشی در این زمین نداره با کشاورزی که داره کار میکنه، خب کشاورز علته. اما وقتی رابطهشو با خدا در نظر میگیریم قضیه فرق میکنه. ما میگیم زراعت حاصل دسترنج کشاورزه. هم باغبان و هم باغ و هم زراعت همه از آن خداوند است. این شد رابطه طولی. پس هیچ انسانی مستقل از اراده خدا قادر نیست کاری را انجام بدهد. تحریر و بررسی این آیه رو داریم. قل اغیر الله ابقا ربا و هو رب کل شیء. اینجا کلمه ربا و رب آورده که خداوند پروراننده و پرورش دهنده موجوداته. مفهوم توحید در ربوبیت، یعنی اداره جهان و پرورش موجودات تنها و تنها با خداوند است. جهان دارای چند خالق. اولین مرتبه شرک در اینجا مورد بحث است، شرک در خالقیت. شرک در خالقیت نقطه مقابل توحید در خالقیت. ما میگیم اینجا جهان چند مبدع دارد. ما در شرک میگیم جهان دیگه مبدع مستقل نداره، مبدع واحد نداره. اگر جهان دارای چند خالق باشد، شرک در خالقیت. یا جهان از اصلهای متعدد برخواسته است. از کدام نقطه مقابل توحید بود. تصور چند خدا باطله برای خالقیت جهان. چرا؟ چون هر خدایی ممکنه کمالاتی داشته باشه که خدای دیگری نداره. پس این خداها نیازمندن، این خداها ناقصن. خدای اول یه سری ویژگی دارد، خدای دوم ویژگی دیگری. پس هر دو با هم نیازمند میشن. پس در این حالت هیچ کدومشون هم خدا نخواهند بود، چون از شرایط خداوندی بی‌نیازیه. شرک در مالکیت یعنی مالکیت دیگری در کنار مالکیت خداوند رو ما قبول کنیم. کلمه عرض کردم کنار وقتی که میاد میشه شرک. واژه کنار ما برای توحید نداریم، در راستا داریم. مالکیت هم ارز، رابطه ارضی ما برای خدا نداریم. ارضی نشانه شرکه. مالکیت باید طولی باشه. میشه گفت مالکیت ریشه در شرک در خالقیت داره، چون هر چه به توحید هم نگاه کنیم خالقیت ها همیشه علتن، مالکیت ها میشه معلول. شرک در ولایت. شرک در ولایت هم ریشه در شرک در مالکیت داره. یکی از نکاتش همینه، اعتقاد به این که سرپرست های متعدد دیگری در Ừ. Cái này cái này. 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 Cái này.
con ăn đây cũng đưa tiền đi kiệt ra đây rồi mà. Mấy ông gái không có đổ, ông gái không đổ, ông quay rồi. Mấy ông đổ cho dùng quay cái được đấy mà lại không biết đổ. Mà có khi hơi hồi ông thùng ông mặn được cái gì mà ông. Ôi, cái ông qua cái thế mấy cái cào phải mà. Thế mấy cái cào mới phải mặn bộ đây, vậy là lúc sớm không quay được mà. Lúc sớm tải là không quay được, cái thế ông mới ngồi của nhà bác này. Nên là